سلام علیکم شاگردای نهایت عزیز به یک دیگر از درس‌های مضمون بیولوژی دان خوش آمدین امیدوار هستم که از صحت و عافیت کامل برخوردار باشین شاگرد عزیز در درس قبل خود ما و شما درباره مرکبات غیر عضوی حجرات مطالعه کردیم درس امروز ما درباره مرکبات عضوی حجرات است مرکبات عضوی حجرات شامل کربوهیدرات‌ها ها یا مقند ها میشه شحمیات یا لیپید میشه ها تیزاب های هستوی یا نوکلئیک ها و انزیم ها خب قند ها یا کربوهیدرات ها چی است مرکبات عضوی است که از کربن هیدروژن اکسیژن ترکیب شده است و یا از یک گرم ماده قندی در وجود ما شما 4 کیلو کالری انرژی حاصل می که هر کالری انرژی مقدار انرژی است که یک میلی لیتر آب و یک درجه سانتیگراد حرارتش ارتقا بته یک درجه سانتیگراد حرارتش بلندتر ببره فرمول جمعی قندها CXH2O است که میتونه X میتونه عین قیمت ها داشته باشه میتونه متفاوت باشه قند های کربوهیدرات ها در طبیعت به سه نوع است یک قند های یک قیمته ها یا مونوساکارید ها است مثلا گلوکوز مانوز فرکتوز و قند های دو قیمته ها است مثلا سکروز و قند های چندین قیمته ها مثل سلولوز و نشایسته خب قندهای یک قیمتا یا ها چی است واحد ساختمانی تمام قندهای دو قیمتا و چندین قیمتا است تمام قندهای دو قیمتا چندین قیمتا از قندهای یک قیمتا یا ها ساخته شدند مثلا گلوکوز فرکتوز، گلاکتوز رایبوز و غیره مولکول فرمول مولکولی گلوکوز که از C6H12O6 است یکی از, از. یک از قندهای فوق العاده مهم در بین موجودات زنده گلوکوز است که به مقدار زیاد ما شما در اصل و انگور دیده میتونیم به دست آورده میتونیم زمانی که ما شما هر رقم قند استفاده کنیم در بدن ما شما اول به گلوکوز تبدیل میشه زمانی که به گلوکوز تبدیل شد گلوکوز به پایروکسید بعد از عملی گلایکولیس به پایروکسید تبدیل میشه خب زمانی که با پایروک تبدیل شد بعد از او از او انرژی حاصل میشه از یک کیلو از یک مولکول گلوکوز در موجودیت اکسیژن زمانی که احتراق کنه در بدن ما شش مولکول کاربون دایکساید دا شش مولکول آب و انرژی در بدن ما حاصل میشه که انرژی از اون در فعالیت های روزمانی خود استفاده میکنیم و قندهای دو قیمته یا دای ها که هست از یک جای شدن دو مولکول مونوسکراید یا یک قند یک قیمته در صورت که آب از او تجزیه شده باشه به دست میاره مثلا مالتوز از یک جا شدن دو مولکول گلوکوز به دست میاره یا مثلا بوره یا سکروزی که ما شما روزمره از استفاده میکنیم از یک مولکول گلوکوز یک مولکول فلکتوز آب از او تجزیه میشه یک مولکول آب و اینا با هم یک جای میشن یک مولکول چی رو میسازن دای که عبارت از سکروز است به دست خب قند چندین قیمته یا پلی ها چی است پلی ها مولکول های بزرگتر از قند ها هستند که از تعداد زیاد مونو ها حاصل میشن این پلی ها در آب حل نمیشن اما زمانی که مولکول های زیاد را در آب بگذاریم قابلیت آماس داره میپنده تمام پلی سکراید ها توسط هایدرولیز به مونومیری های خود تجزیه میشه مونومیر ما به مون مولیکول های قند های یک قیمتی میگیم که قند های یا قیمت دو قیمته از او ساخته شده یعنی واحد سازنده با واحد های سازنده خود پس توسط هایدرولیز تجزیه میشن خب نشایسته یک نوی از قند های چندین قیمته ها. که نشایسته از یک جا شدن مالیکول های گلوکوس با از دست دادن یک مقدار آب حاصل میشه ده حجرات نباتی نشایسته در بین دانه های کروی شکل قرار داره که به نام امیلو پلاست یاد میشه اگر ما شما یک حجره نباتی که در اون نشایسته موجود باشه را زیر میکروسکوپ مطالعه کنیم دانه های کروی شکل را میبینیم که به نام امیلو پلاست یاد میشه و این دانه های کروی شکل در خود نشایسته را ذخیره می داشته باشند زمانی که ما و شما غذاها را پخته میکنیم سبب پخته شدن غذا سبب هضم مالیکول های نشایسته در بدن ما میشه زمانی که نشایسته بایدین تعامل کنه رنگ آبی را به خود میگیره و نوع دیگه از مولکول های پلوساکاراید گلایکوژن است که بنا نشایسته حیوانی هم یاد میشه که ای هم مثل نشایسته از به هم پیوستن واحد های گلوکوز ها ساخته میشه مثلا هر, کدام از یک مولکول گلوکوز است که تعداد مولکول های گلوکوز به هم یک جا شده و یک مولکول گلایکوژن ساختن که به نام نشایسته حیوانی ما و شما مشناسیم و نوی دیگه قند های چندین قیمت سلولوز است که سلولوز دیوار حجروی نباتات تشکیل داده زمانی که ما شما یک قسمت نبات را زیر میکروسکوپ مطالعه کنیم و دیوار حجروی از اون ببینیم در داخل دیوار حجروی رشته های را ما شما میبینیم که رشته ها از چی تشکیل شده از سلولوز تشکیل شده سلولوز از رشته های است که از به هم پیوستن مولکول های گلوکوز به شکل زنجیره‌ای ای های گلوکوز به هم ق... پلوی هم قرار می‌گیرند. یک مقدار آبشان تجزیه می‌شود و در نتیجه یک مولکول سلولوز حاصل میشه سلولوز برای انسان ارزش غذایی چندان ندارد چرا به خاطر که بدن ما شما قادر نیست که از سلولوز انرژی سلولوز تجزیه کنه و انرژی حاصل کنه اما حیوانات علفخور مثل گاو و در میدی از اونا باکتری های زندگی میکنن که قادر سلولوز به مونومیرهای یا به گلوکوز تجزیه کنه سلولوز فقط یگانه فایده از او بر ما ای است که در اطراح مواد و در کمک میکنه و از قبضیت جلوگیری میکنه خب نوع دیگه از مرکبات و عضوی پروتین ها است پروتین ها مرکبات نسبتا مغلقتری هستند که از نایتروژن، اکسیژن، هیدروژن و کربن تشکیل شدن و یک مقدار کمی از سلفر و فسفر هم در ترکیب خود می داشته باشد از هر گرم پروتین 4 کیلو کالری انرژی حاصل میشن اما از پروتین در بدن ما و شما زیاد به خاطر تولید انرژی استفاده نمیشه چرا به خاطر که پروتین ها مولکول های مغلق است ولی پروتین ها وظایف دیگه را وظایف بسیار مهمی را در بدن و در حجرات ما ایجاد میکنه مثلا انتقال اکسیژن یا مثلا دفاع بدن اینا را پروتین های وظایف با عهده دارن و که واحد سازنده پروتین ها امینواسید ها است پروتین ها از امینواسید ها تشکیل شده که تا فعلا در وجود موجودات زنده بیشتر از 20 نوع امین اسید شناسایی شده مواد پروتین زمانی که ما شما به حیز غذا استفاده میکنیم در سیستم هاضمه ما اول به امین ها تجزیه میشه زمانی که به امین ها تجزیه شد توسط حجرات جدار امعای ما جدار امعای کوچک یا روده کوچک جذب میشه و به جریان خون سپرده میشه زمانی که به جریان خون وارد شد جریان خون این را میگیره به تمام حجرات بدن برسانه و توسط انابولیزم به پروتین ها بعض دوباره توسط انابولیزم به پروتین ها تبدیل میشه امینو اسید ها به دو بخش تقسیم میشه که امینو های اساسی امینو هایی است که بدن ما قادر نیست کوره به سازه در رژیم غذایی ما موجود باشه و یکی هم امینو های غیر اساسی است که بدن ما خودش نی قادر است کوره بسازه و حتمی نیست که در رژیم غذایی ما موجود باشه خب خب انواع پروتین ها پورتین ها نظر به مو نوع امین اسید های خود به دو بخش تقسیم میشن یکی پروتین هایی که کلا از امین اسید اساسی ساخته شدن که اینا اکثر این پروتین ها پروتین های حیوانی از دشی تخم مرغ و بعض انواع گوشت ما او را پیدا کرده میتونیم و بعض پروتین ها هم دارای یک مقدار کم امین اسید, های امین اسید های اساسی امین های داره که این پروتین ها عموما نباتی هستند مثلا پروتینی که در گندم هست در لوبیا هست نخاط ماش و غیره خب پروتین ها نظر به مود پیدات و سلسله یا طرز قرارگیری آمینواسیدها ها از هم فرق میشن یعنی پروتین ها نظر به مود تعداد که امین اسید هایی که تشکیل داده و نظر به شکل طرز قرارگیری امین ها از هم فرق میشن اگر جای امین ها در یک پروتین تغییر کنه وظیفه پروتین کلا تغییر میکنه مثلا کمخونی داسمانند همخوانی داسماندن یکی از منهیزیای است که از تغییر ها در یک پروتئین به وجود میاد در بدن ما و شما خب زنجیر امینواسیدها را ما برش میگیم پیپتید یعنی تعداد امینواسیدها یک جای میشه تو و پیپتید میسازه و تعداد از پیپتیدها یک جای میشه پلی پیپتید و تعداد از پلی پیپتیدها یک جای میشه و یک مولکول پروتئین میسازه خب نوع دیگه از مرکبات عضوی در بدن ما و شما شحمیات است شهمیات یا چربی ها از تعامل تیزاب های شهمی و گلیسرول به دست می آید که دارای کاربون، هیدروژن و اکسیژن است. در آب غیر منحل است شهمیات در آب حل نمی‌شوند و از سوخت یک گرام شهم 9000 کالوری یا مو 9 کیلو کالوری انرژی حاصل میشه که تقریبا دو چند مواد قندی است. شهمیات دو منبع داره یکی حیوانی و یکی هم شهمیات نباتی است. شهمیات حیوانی عموما جامد است که ما نام شحمیات مجبوع هم رو مشناسیم و شحمیات نباتی مایه است که نام شحمیات غیر مجبوع هم یاد میشه شهمیات حیوانی باید زیاد استفاده نشه به خاطر که ضرر بیشتر داره و شهمیات نباتی باید بیشتر استفاده شوه اما در کل اگر ما از شهمیات بسیار زیاد بیش از حد استفاده کنیم سبب زیاد کلسترول خون ما میشه و از استیاد کلسترول خون سبب تنگ شدن یا زخیم شدن رک های خون میشه و در نتیجه سبب سکته های قلبی میشه شهم در زیر پوست حیوانات در اطراف اعضای داخلی بدن ما ذخیره میشه و بدن ما شما را از عوامل بیرونی از سرما از گرما چی میکنه محافظت میکنه خب شاگردای عزیز نو دیگه از از مرکبات عضوی تیزاب های هستوی است انزایم ها است که باز ما و شما ان شاء در درس آینده خود مطالعه میکنیم موفق ماهیت باشین الله نگهدار